برای چه گروهای هم ریاضی هم تجربی هم انسانی، نوش جونتون حلالتون، برید ازش استفاده کنید. راضید بچه ها؟ تا اینجا راضید؟ همه گرفتن داستان چی شد؟ همه بمب انرژی؟ درجه یک؟ دمتون گرم. خوب و در آخر خیلی مخلصیم بچه ها. بریم در درجه آخر یه صحبت صمیمی داشته باشیم با اون دسته از بچه‌هایی که میخوان یه نتیجه خوب بگیرن و میدونن اولین قدم مهمترین قدمه. کلاس های تاج بخش هنوز شروع نشده؟ چقدر طول میکشه؟ هنوز نیومده. خیلی مخلصم. آقای تاج بخش هم برید حال کنید، برید کیف کنید. رفقای درجه یک، تو کنکور سرسری کسی نتیجه میگیره که تکلیفش با خودش مشخص باشه، بدونه چی میخواد و بدونه برای رسیدن به اون باید چی کار کنه، و دو غیرت داشته باشه بهش. غیرت کلمه گم شده تو کل جهان هستی. غیرته آدمی که غیرت داره به خانوادش میجنگه، آدمی که غیرت داره به عشقش میجنگه، آدمی که غیرت داره به هدفش میجنگه. زندگی یعنی جنگ. باید از دست بدی که به دست بیاری، باید تفریح از دست بدی که هدف به دست بیاری، باید خوابو از دست بدی که هدف به دست بیاری، باید حال خوبو از دست بدی که آروم آروم به حال خوبتر برسی. اینجا تو پادگان ذوالفقاریه ما میگیم جای هر کسی نیست، چون فقط آدمهای خاصی که برای رسیدن به هدفشون میجنگن میان اینجا قرار میگیرن، مثل خود تو، مثل تمام بچه های درجه یک کلاسینو که در طول این سالی که گذشت اینجا بودن. همه سرآمداشون، از عرفان حامدپور تا مشتاق جوانی تا ارمیا، همه اینا آدمایی بودن که جنگیدن، فارغ از اتفاقی که تو کنکور افتاد، فارغ از فضایی که توی کنکور ایجاد شد، اینا سرباز جنگجوی پادگان ذوالفقاریه بودن. وایسادن که به هدف برسن، وایسادن که برسن به اون اتفاق خوبه. اگه قرار وایسی برای رسیدن به هدفت، بسم الله. ولی اگر شک و شبهه داری و مطمئن نیستی، اینجا جای تو نیست، اینجا به دردت نمیخوره، اینجا اذیت میشی، اینجا روانت به هم میریزه. کسی که هدفش هدف واقعی نیست، ساعت 6 صبح که یه هوی من زنگ بزنم رندوم واسه چکینگ صبح خواب باشه، داغون میشه. کسی که هدفش هدف واقعی نیست، 12 شب تایم خاموشیه ولی تا ساعت 2 با موبایلش وقت بره گیرش بندازم، واحد چکینگم بفهمه بیداره و آنلاینه و پوست از سرش بکنه، داغون میشه. اینجا فقط کسی میاد که سال دیگه این موقع وقتی ازش میپرسم حالت چطوره، بگه دانشجوی شریف شدم، دانشجوی دانشگاه تهران شدم، دانشجوی علم و صنعت شدم، دانشجوی علامه شدم، دانشجوی شهید بهشتی شدم، دانشجوی امیرکبیر شدم. این دسته از آدم ها باید بیان تو پادگان ذوالفقاریه، آدم های واقعی که تهش رتبه واقعی به دست میارن. بقیه اومدنشون اینجا فقط باعث میشه اعصاب خودشون و خانوادهشون خورد شه. و یه چیزی برادرانه بهت بگم، این حرفو از داداش سهیلت بپذیر، یا محکم وایسا و بجنگ، یا بی خیال زندگی خوب شو. این دنیا فقط مال آدماییه که جنگ جوان، به هر قیمتی به هدف میرسن، به هر قیمتی، کوتاه نمیان، پاش وای میسن، انقدر محکم وای میسن که دنیا به لرزه براشون، مثل همه ی آدم هایی که تو این چند سال تو پادگان بودن و الان به نقطه هایی رسیدن که قطعا لیاقتشو دارن. اگه لیاقت این مدل جنگیدن رو داری، بسم الله. اما اگر شک و شبهه داری، نیا. تو دنیایی داری زندگی میکنی که 99% از اتفاقایی که اطرافت میفته فقط تبلیغاته، پوچ و بیاساس. بنز و بی ام دبلیو تبلیغی ندارن، ولی تو در و دیوار نوشته سایپا مطمئن، و بیشترین آمار کشتم همین پراید لعنتی داره میده. پس یه چیزی رو یاد بگیر،
یا درست انتخاب کن و درست به جنگ و بیا جلو، یا بیخیالشو. تو مال این حرفا نیستی. یه لحظه به چهره پدر مادرت نگاه کن، بی جنگ که حال خوب براشون بیاری، بی جنگ که انرژی مثبت براشون بیاری، بی جنگ که جواب تمام این زحمتاشون رو بدی. خستگی های بابا تو ببین، استرس های مامان تو ببین. این راه، راه قدردانیه. اگه درست عمل کنی، اگه حرفه‌ای و با غیرت پاش وایسی، اگه همین الان گوشیه رو بذاری کنار، اگه همین الان خوابه رو کم کنی، اگه همین الان سریال دیدن رو بذاری کنار، اگه همین الان دیگه جواب تلفن رفیقاتو ندی، اگه همین الان مثل دیوونه